This is IRTV, the Iranian television program. با سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی IRTV. امیدوارم که همگی در حد ممکن و مقدور خوب و خوش و سلامت باشید. همونطور که میدونید امروز مصادف است با عید پاک یا ایستر. هفته پیش نیز موعد پاسوور و عید رضوان رو هموطنان کلمی و بهایی ما جشن گرفتن. پس شاد باشی داریم برای همه همیهنان مسیحی کلمی و بهایی من به مناسبت این اعیاد و جشن و سرورها. و اما هفته گذشته در این سو و آن سو اخبار مربوط به تظاهرات مردم سوریه علیه رژیم بشار اسد در صدر اخبار جهان قرار گرفت و تصاویر دلخراش از حمله نیروهای دولتی به مردم بی‌دفاع اون توجه دنیا رو به خودش جلب کرد. به خصوص تصویر پدری که فرزند تیر خورده خودش رو در بغل داشت و به دنبال پناه می‌گشت. این تصویر بار دیگه توجه مردم دنیا رو به خشونت بی‌امان دولت‌های دیکتاتور و سبوع این کشورها جلب کرد. برای من و شما نیز این تصاویر صحنه‌های دلخراش تظاهرات ایران رو به یادمون آورد و گل‌های پرپر شده خودمون رو که چه مظلومانه خونشان خیابان‌های ایران را گلگون کرد. بله، رژیم سوریه که از یاران و همپیمانان اصلی حکومت تهران میباشد، برای سرکوب مردم خودش توانست به راحتی از تسهیلات و الگوی امتحان شده رژیم ایران در کشتار مخالفینش بهره بجوید و به مراتب وقیحانه تر از اونها به قلع و قمع جوانان و مردم بیدفاع بپردازه. مردم بیگناهی که جرمی جز اعتراض صلح‌آمیز و تظاهرات آرام نداشتن. هفته گذشته در این رابطه حتی پرزیدنت اوباما هم به زبان آمد و در نطقی ایران رو برای یاری رساندن به سوریه در سرکوب مردم خودش مورد شماتت و انتقاد شدید قرار داد. اما کو گوش شنوا. در چند ماه گذشته که حرکت‌های آزادی خواهانه مردم در کشورهای دیکتاتورنشینی چون مصر، تونس، بحرین، یمن، لیبی و سوریه شدت گرفته، مردم جهان نیز توانستن با چهره واقعی دیکتاتورهای ظالم و خونخوار این کشورها بیشتر آشنا بشوند. و این در حالی است که من و شما می‌دانیم که رهبران کشورهای به اصطلاح پیشرفته جهان سال‌هاست که با چهره واقعی این دیکتاتورها و اعمال سبوعانه آنها نسبت به مردم مظلومشون به خوبی آشنا هستند و می‌دانند. اما متأسفانه به خاطر منافع خود و خویشاوندان سیاسیشان دم بر نمی آورند و تا جریان بالا نگیرد و جهانی متوجه نشود با همین دیکتاتورهای قصی القد به نشست و برخاست ادامه می دهند و قرمه سبزی نوش جان می کنند. تا نظر شما چه باشد؟ تلویزیون ایرانیان گزارش می دهد روابط ایران و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به شدت رو به وخامت گذاشت. در جریان سرکوب تظاهرات ایرانیان عرب تبار اهواز بیش از 30 تن کشته یا زخمی شدند. زد و خوردهای مسلحانه شبه نظامیان ضد دولتی و نیروهای انتظامی در حومه سنندج چند کشته و زخمی به جای گذاشت. وزیر نفت در مراسم پنجمین سالگرد تأسیس اوپک با افزایش تولیدات نفت مخالفت کرد. حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات استعفا داد ولی به دستور خامنه‌ای به مقام خود بازگشت. یک عضو مجلس گفت نرخ بیکاری در ایران 3 برابر بیشتر از آن است که وزارت کار ادعا می‌کند. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر سیاسی دکتر نوری‌زاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان. نگاهی به برنامه‌های 30 سال قبل تلویزیون ایرانیان در لس آنجلس. یه روزی اوضاع مملکت ما درست میشه. آقا شما حالا سبب دفعه کنی؟ یعنی فکر میکنی اگه برگردیم اوضاع خوب بشه؟ ببینم حقوقای عرب افتاده مونو به ما پس میدن. پس چی که میدن؟ باباتون همه رو میدن تا ته ارتقای درفتن به زنابالی میدن. مدایا اونو چی دون؟ مدایاتونه که میدن ایچی این درست همه کشن روش حالا هیچ دواشه نوز دواشه بیست و پر باشد هرچی باشد. فکر میکنی ساختمونه رو میتونیم پس میدن؟ پس چی که ساختمونه رو برمیگردونن تا ته
سنگشم میزنم بشه تو میدن باریکالله همیشه تو واسه من خوش خبر بودی. باره عزیز دار من. الو الو سلام. به تماشا